Rostov ma qasem e anam astım. Meyfonu. Şuma sayı da anam andaktım. خو آمده در چیز در فیسبوک شما متر است اما فعلا من متر مگذارمش که ما امی زگنال برنامه ما شروع میشه پندارها و گفتارها شمعی از جهان آموزش ها بر بنیاد سیر اندیشه گفتمان های پیرامون جهانبینی ها تیوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه گرداننده احمد شاه راستا لاس آنجلس کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا همین تلویزیون هایتان یا کامرا هایتان اگر کم کنین که صدا دوباره بعد از 20 ثانیه انعکاس میکنن بیننده های عزیز سلام و درود جناب انام سر فکر کنم که از شما صدا انعکاس میکنن صدا رو بسر پخش کردیم ولی امو رو پخش کنیم بیننده های عزیز سلام و درود عرض میکنم قسمی که امروز میبینین در پرده های تلویزیونی شو خود امروز ما یک میز گرد یا میز مدور که میگن یک میز مدور یا میز گرد داریم و در این میز گرد جناب محمود وسیط تشریف دارم که نامشان اونجا نوشته است شما میبینین و جناب وسیق ماستری در رشته زراعت در ایالات متحده امریکا دارم و همزمان ورود کامل سر قرآن دارم و در از 15 سال به این طرف تصور میکنم که خودشانم شاید بگویند با در یک جمله مختصر در میدیا و تلویزیون و مطبوعات بسیار بسیار فعال هستند و اندیشه ها و نظریات خود در برنامه های مختلف بیان میکنم شخصیت دوم که میبینین جناب قاسم انام نام دارم تا جایی که من از اینا شناخت دارم شاعر نویسنده و منتقد برخی از اندیشه ها و نظریات هستند و همیشه در مسائل و محافل فرهنگی بسیار بسیار فعال بودن شخصیت ارجمند دیگه که میبینین جناب دکتر حمیدالله مفید نام دارم که در مورد جناب دکتر مفید در 4 برنامه فکر میکنم به قدر کافی ما صحبت کردیم همه میشناسنشان و بازم برازی که در این برنامه بیننده های ما بفهمن یک بار دیگه میگیم بشناسنشان میخواییم بگویم که جناب دکتر مفید در جرمنی زندگی میکنن و ما 4 برنامه در مورد خشونت در کتاب های آسمانی و در مجموع در دین با اینا داشتیم که بر مبنای 4 قسمت نوشتی از اینا بود که او را به قدر کافی شما آگاهی داد و همه شما عالی جنابان سلام و درود میرسانم و حضور شما را شاد باش میگم در این برنامه سلام شما بینندگان عزیزتان و مهمانانتان درود میفرستم و خوش آمدید میرون به همه عزیزان منتها همزمان دوستا صحبت نکنیم که باز بیننده های ما یک جایی مخشوش میشن بسیار زیاد سپاسگزار هستم دوستا از شما بیننده های عزیز قسمی که میفهمین ما چنان که گفتیم در مورد دین صحبت های بسیار جالب داشتیم و اما تو که از دید پندارها و گفتارها ما میخواییم که بیشتر سر بخش های اندیشهی پرسیجر ها و یا تفکر هایی که وجود داره و بخصوص اعتقاد ها و ایمان ها و باورها که بر اموس اساس شکل میگیره صحبت میداشته باشیم و باشین که ما همزمان اینه ببینم چک کنم که دوستا
بخش های اندیشه‌ای ما هم ببخشید امی آیفون خدا باید خاموش بسازم ولی چک باید بکنم. اینا درست شد. بسیار معذرت میخوایم. به هر حال صحبت کردیم و قسمی که میدانیم به طور مثال دین از دید هگل میگه که یکی از ایستگاه های روحی انسان، یا مثلا فروید در مسئله دین اتو توضیح میکنه که دین اکثر بیماری ها از جمله دین ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان ها داره و فروید با در بحث های روانشناسی خود چنان توضیح میکنه که 90% ذهن انسان متشکل است از ضمیر ناخودآگاه و 10% از او از ضمیر خودآگاه. به می شکل کانت در مورد دین بسیار بحث جالب داره. مختصر یک جمله میگم که کانت مسئله پیش قدم بودن اخلاق بر دین یا دین بر اخلاق مورد بررسی قرار میده. این بحث های بسیار وسیع است، فقط میخوایم بسیار مختصر در این مورد صحبت بکنم. به امی شکل کارل مارکس یک جملهش هم میگم که میگن دین افیون جامعه است و در این مورد هم با پسانها صحبت خود کردیم. و به می شکل چیز بسیار جالب دیگه که وجود داره که کارل پوپر با وجودی که دشمن بسیار بسیار جدی کارل مارکس است، اما اندیشه های کارل مارکس در مورد مسیحیت و دین ستایش میکنه و از او تقدیر میکنه. و به امی شکل انگلس هم در مورد کارل مارکس در مورد دین اندیشه های بسیار جالب داره و ما به این بحث طولانی نمیپردازیم، بحث بسیار مشخص میسازیم و بحث ما امی است که خشونت در ادیان که مردم پیرویش است. و ما سوال نخست خدا اجازه بدین که از جناب وسیق اطلاع بپرسم که جناب وسیق شما خوب ورودی تا جایی که ما از نزدیک دیدیم بحث های شما را شنیدیم، گفتمان های شما را هم در پرس و میدیا و مطبوعات و هم در مراسم مردم که ورود کامل بر قرآن داریم، از دید شما آیا کتاب آسمانی مسلمان ها رابطش با خشونت چگونه است؟ آیا واقعا آیت های خشونت آمیز در او وجود داره یا نداره؟ بسیار تشکر، احترام مجدد خدمت شما و جناب دکتر مفید و جناب محمد قاسم انام و ضمن بیننده محترم عرض می کنم و این را باید یاد بکنم نکته که شما سوال کردین در مسئله قرآن اینا و خشونت در قرآن. من خودم شخصا به یقیده هستم که اگر یک دین، هر دینی که خشونت را تایید بکنه، یعنی به مورد تایید بکنه، در اون صورت نمیتونه که از جانب خدا باشه. یعنی از به صراحت ما یاد کردیم نمیتونه از جانب خداوند باشه که به موجب خشونت را تایید بکنه. اما ای که آیات خشونت در قرآن بله بسیار زیاد هست که آیات جنگ بگویم تا خشونت و ای در کدام مورد و با کدام شرایط استفاده میشه. ما اگر در مسئله جنگ اگر آیات را تنها و تنها یک آیه را در نظر اگر بگیریم، فکر بکنین که اگر آیه 216 سوره بقره را ما ببینیم که خداوند میفرمای که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم القتال و هو کره لکم، قتال سر شما فرض شد. وقت امی آیه را اگر ما بگیریم، خب اصلا ناگودی را همه میگن که والا خداوند فرض ای و یک واجبه دینی هست بر مسلمان. بله واجبه دینی هست، اما در کدام شرایط؟ آیه سوره بقره آیه 190 باز میگه که و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. شما در آیه 216 گفت که شما فرض شده سر شما قتال، بله
یک واجب دینی است، اما کدام قتال، کدام جنگ؟ جنگ جنگ دفاعی است. برای اینکه آیه 190 سوره بقره بسیار با وضاحتی را توضیح میده که شما با اونایی که جنگ بر علیه شما آغاز کردن به جنگید، یعنی از خود دفاع بکنه. یعنی از خود دفاع بکنه. پس جنگ که قرآن کریم تایید میکنه، اگر ما آیات جنگ تنها بگیریم واقعا، یا مثل که آیه 65 سوره انفال یاد میکنه که یا نبی حرد المؤمنین علی القتال، ای پیامبر مسلمان ها را به جنگ تشویق بکن. اگر ما تنها آیه را بگیریم واقعا جا آیه خشونت باده. جناب وسیط صاحب، امی آیت را که خواندین، امی قتال، شما فکر کنم جنگ ترجمه کردیم. قتال جنگ مانا نمیده، قتل مانا میده دیگه، قتل وزیز کشتن مانا میده. ببینین که قتال جنگ است که دو طرف با هم دیگر می جنگن. در قتل کشتن مانا میده، قتل کشتن مانا میده، ولی قتال یعنی هر دو طرف درگیر هستن. یعنی یک طرف متجاوز هست و دیگر طرف مدافع هست. یکی کدام طرف هست این مربوط شرایط میشه، اما قتال یعنی جنگ، مبارزه یا جنگ یا این مسئله بین. ببخشید جناب، امی آیت میشه یک بار دیگه بخونید؟ آیه سوره انفال است، آیه 65 ش یا ایها النبی، یا ایها النبی حرد المؤمنین علی القتال. حرد المؤمنین یعنی تشویق بکن مؤمنین را به جنگ. ببخشید شما اینجا ترجمه فکر نمیکنین که اشتباه شده؟ برازی که جنگ و عربی به کلی یک واژه خاص خود داره، قتل کاملا یک واژه علایده است، قصاص کاملا هر و قتل است، هر و قتل درست میفرمایید. ببخشید جناب مفید، با پسام به شما موقع میتون که گم بزنید، معذرت میخواهم. اینجا شما قتال جنگ ترجمه کردین، در حالی که جنگ نیست. میگه یا مسلمان شما قتل کنید. اینال هم از دیده منطق انسانی، هم از واژه ها متوجه باشین که من هم بسیار احتیاط کرده گپ میزنم، برای که جناب دکتر مفید تخصصیش واژه شناسی است، به این خاطر من بسیار کوشش میکنم که متوجه ترجمه ها باشم. جناب اعلان قتل چی است از لحاظ منطق بالکل همینطور ساده که ما فکر بکنیم؟ قتل فراورد رویارویی انسان ها و گروه های اجتماعی است که نتیجه که جنگ است. یعنی جنگ قتل با وجود میاره و تفاوت بین جنگ و قتل وجود داره. هدف این نیست که اینمی آیه را از نظر شما درست اگر ترجمه کنید، اینجا به صراحت میگه که بکشین، نمیگه که جنگ کنید. اگر ما امیر امی جمله تان اگر به عربی ترجمه بکنیم که بکشین، اقتلو میاره، اقتلو یعنی بکشین، یا فقتلو پس بکشین، به این معناست. اما وقتی که قتال میاد، قتال با وزن چیز است، بر وزن فعال، اینا فعال است یا یک وزن دیگه؟ فعال. بله؟ بله. فعال درست میگم. قتال وزن فعال است. یک وزن دیگه است که او قتال یعنی شما درگیر میشین با دیگران در جنگ. بله. اما ای که اگر امر باشه که شما بکشین، او میشه فقتلو یا اقتلو. بله. از دی کلمه عربی ناش به این معناست. مگر اشکال نداره هر دوشه میتونیم استفاده بکنیم هایی که مطلب واضح شد. بعد بسیار خوب جناب مفید، شما خوب نوشته دارین در این رابطه، شما چی گونه تصور میکنین در رابطه با صحبت آقای وسیق؟ من اولا بشم درود و مهر میترستم همچنان به شما و بینگان عزیزتان، به جناب وسیق. ایشان آیات را فرمودن، آیات در مورد کشتن است. واژه کشتن فقتلهم حيث وجدتموهم، یعنی بکشینشان هر جایی که میافینشان. یک لحظه ببخشید جناب دکتر مفید، صدای شما با تاسف قطع قطع میاد، یا اینترنت تان ضعیف است، یکی یک گوشه کی بارین لطفا اگر میشه، چون صدای شما قطع میاد. دکتر سوی مشکل ما پیش از اون که شما داشتیم، این خوب است که نال حل میشه. صدای شما رو بشنویم که باز همی سوی تفاهم خلق نکنه. آلی شد درست شده آواز همه چیز؟ آنه گل وارمه هست، بفرمایین این آلی صحبت کنین. بله خواست. میخواست خدمت شما از کنم که در فقتلو هم فاک هست، حرف تأکید هست. بله. اقتلو هم ای حرف امره هست، قتل هست از ریشهش هست.
فقتلوهم یعنی بکشید آنها را، اینکه فعل امر است که زیاد نمیتونن سرپیشی کنن. و واژه حرب، حرب و محارب فی سبیل الله یا محاربون، او واژه جنگ است که محاربه واژه مقاتله و مفاعلش است و حارب فاعلش است، یعنی حرب و جنگ به در هر زبان معنی مختلف داره. قتل معنی کشتن است، چنان که شما فرمودین در هیچ وجه این نیست. در قرآن عظیم شان آیات تأکیدی برای فقتلهم آمدن. من فکر میکنم جناب شیخ صاحبم تایید کردن، فرمودشون کاملا درست است که آمده در جنگ، فقتلهم آمده و آیات بسیار شدیدتر از این هم آمده. و این مسئله حرب و جنگ دو پدیده جداگانه است، چون که ایشان تایید کردن خشونتا. ما آیات قرآن در دوره های مختلف به پویش کاوش میگیریم. جنگ ده جهلوه تقسیم نمیشه، در جنگ حتما کشتن است. جنگ ایمانه نیست که کدیگر تقرق بتن و خنده بتن بگه ما جنگ میکنیم و سر کدیگر پرزده برن. وقتی در جنگ افتیدن دستاورد فرایند جنگ قتل است، کشتن است، یک چیز دیگه وجود از وجود نداره. و گفته شما هم همین است که وقتی که بعدم کشته میشه پایان زندگیش از دیگه هیچ چیزی بجز کشتن نداره. این آیت به شدتش در قرآن عظیم شان چندین بار مسئله قتل آمده و نمیتونه منکر شد و ما آیات جواردیم پیش ماست. بدون شک قتل آمده، مقاتله آمده و جنگ و جدال هم آمده. و این از مسائل هست که در دین اسلام و در قرآن عظیم شان با تأکید آمده. خب بله بفرمایید. بله از او خشونت در دین اسلام جاهای مختلف دیگه هم آمده. مثلا ما بیرون نویس کردیم دکتر همین یک مشکل اگه اجازه تون باشید توقف میتون برازی که بحث دو نفره نیست، بیننده های عزیز و اشتراک کننده های عزیز. اگه کوشش کنیم که ما 3 دقیقه یا مکسیموم 5 دقیقه به دوستا وقت بتیم که باز هر کس نظر بده، برازی که برنامه ما طولانی نشه. در امین جا با صحبت شما اتفاق میکنیم جناب مفید، با پسان صاحب دوباره میگردیم با شما برمیگردیم. و اگر بتانه دوستا که بین 3 تا 5 دقیقه صحبتشان بالاتر، من هم کوشش میکنم که از سوالای ما کوتاه و مختصر باشد. جناب انام نظر شما در این رابطه چی است؟ ببخشید جناب مفید. من در نخست کلام سلام و درود میرسانم به همه عزیزانی که همین لحظه برنامه ما را تماشا میکنن. و در ضمن از او میخواییم که سر مسائل خشونت در اسلام صحبت بکنم. اسمان گرانقدر استاد وسیق سلام و درود میرسانم. دکتر صاحب مفید سلام میرسانم، امیدوارم خوب باشن. و در این مورد باید ما به فرمودی با وسیق صاحب باید یک چیز بگویم که اونا گفتن جنگ و قتل فرق میکنه. به یک مقوله به یادم آمد که میگه جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است، من به قربان دین چه ننگ است. ما وقتی که تاریخ اسلام را مطالعه کردم از خواستگاه از او که مدینه بود و مکه بود تا به امروز، ما جز خشونت چیزی در اسلام ندیدیم. و این اسلام مبارک حتی تا سرزمین های ما دامن کشید. ولی این که ما در قرآن تنها تحقیقات که شده 500 جای از آیت های خشونت وجود دارد، یا به شکل جنگ یا به شکل قتل. ولی آسان ترین و راه آسان برای که ببینیم که آیا جنگ یا خشونت در اسلام است، یک سوال دارم که در سرزمین اهورایی ما اسلام از کدام طریق آمد؟ یعنی از طریق جنگ آمد، از طریق صلح آمد. و ما وقتی که میبینیم تاریخ را میبینیم، تنها روزی که خالد بن ولید 3 بار بر بلخ حمله کرد و او شکست خورد و قسم خورد. قسم خورد که اگر من این شهر را فتح بکنم، از خون مردمان این شهر آسیاب میکنم و لشکر اسلام را نان میکنم. جناب نام ارجمند اجازه بدین که امین جا من مداخله بکنم. متوجه باشین که جریان صحبت ما بحث تاریخی نیست و سر تاریخ اسلام در افغانستان با ما برنامه های جداگانه. حال شما من منظور من اعلان نمید آقای را مشخص اگه بحثا رو با بسیار طولانی بسیارتون بسیار وسیع میشه. مشخص سر خشونت در اسلام خشونت. من منظور من ایست که خشونت در اسلام وجود داره
و برای که دامنه خشونت و سیس ما وقتی که خشونت میگیم یک چی میگن انسامبل بسیار بزرگ را میبینیم. ما خشونت فرهنگی داریم ما خشونت هویتی داریم. اگر به اون شکل باشه ما سوره توبه را از استاد گرانقدر پرسان میکنم آیه 124 که اینجا قتلوس بله بسیار بست امی آیت داره شما میتونید بخونید؟ بله بله میشه میاد بخونید بله میاد برتان میخوانم. میگه ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی که نزد شمایند آن را بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند و بدانند که خداوند با پرهیزگارانند. اینجا دو نکته اینه که من میخواستم این دو نکته بسیار مهم است که یاد بکنم. شما زیر کاسه نیم کاسه هایی را میبینید، یعنی خشونت در خشونت را میبینید. در این آیه تنها مسئله کشتن نیست، اینجا مسئله ایمان است. وقتی که از ایمان صحبت میکنیم منظور آقای راسا چیز میگه؟ جناب انام اگه اجازه تان باشه همینجا کمی آیت خواندین با سر تفسیرهای بعدی تان میشه که بعد انام شما سوال بکنم. این همینجا میخواییم دوباره به جناب وسیع بهم سر امی آیت باز چند پرسان کنم که تعبیر آیه 123 سوره توبه امی تعبیر از اینا از این آیت چی گونه است و امی آیت شاید عربی شه بخوانم جناب؟ من امی آیت 123 سوره توبه سوره نهم قرآن پاک هستیم یاد میکنه که يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أي مؤمنين شما قتال بكونين بين خي جنگ نگوهم أمير قتال بكونين كي يك در واضح تر بر همه باشه قتال بكونين با اونایی که يلونكم من الكفار حتى نزدیکان شما هستن از کفار. يعني نزدیکان شما ای را در تاریخ شاهدش است که کسایی بود که از مکه معظم هجرت کردن با پیامبر خدا مؤمنین به مدینه منوره. خانم هجرت کرد، شوهر مان، برادر هجرت کرد، خواهر مان، یک برادر هجرت کرد، برادر دیگه‌ش مان. یعنی یک حالت عجیبی بوده واقعا در حالت که اتونی که یک فامیل یک دم مسلمان شد، یک فامیل دو نفرش مسلمان شد، وقتی با هم دیگر می جنگن برادر میتونه با برادر، پدر میتونه با پسر درگیر باشه در این جنگ. و قرآن کریم که یاد میکنه که ای کسایی که شما مؤمن هستین اونایی که تا نزدیکتان هست، نزدیکانتان هست، شما با ایشان بجنگید از کفار. یعنی اونایی که با شما سر آشتی ندارن و میخواین بجنگن و شما را رد میکنن. ولیجدو فیکم غلظه و در شما باید شدت عمل با باید وا بیافن ببینن. یعنی به این معنانه که حالا چون برادرت هست یا پدرت هست یا کاکا و مامایت هست تو یک ذره نرمش نشان بدید، شدید باید باش برای اینکه مسئله حق و باطل در جماعت هست. این تعبیر است که قرآن کریم در این آیه بر ما خودم تعبیر کردیم. سپاسگزارم جناب وسیع صاحب، واقعا که تعبیر بسیار خوب. و این دمی افغانستان و من یک بیادر کمونیست که یک بیادر اخوانی و همین جریان اخوانی که برحال میگردیم. پس جناب دکتر مفید شما در این مورد چی گفتنی دارید؟ بدون شک ببینید مسئله سر کفار است. کفار که در دوران که پیامبر اسلام از مکه به مدینه رفتن ما با چند چهره برخورد میکنیم، از چند چهره های دینی. تصویر شما را باز ندارم جناب اینا پاس درست شد. بله تصویرتان را نداشتیم، بفرمایید. درست شد. بخواستم که صدا باز ندارم در این وقتی که ما جناب دکتر مفید صدایتان نمه صدایتان قطع قطع نمه جناب دکتر مفید صدای من را که میشنوید صدای شما نمه یک دقیقه با تأسف صدای شما درست نمه پس بله آل درست شد؟ آل درست هست؟ میتونم برای میشنم؟ از شما رو میشنم؟ آلا واسه برای میشنم شما؟ واسه برای میشنم؟ امیدوار هستم که دیگه دمیگی تلفونتان دست نزنین بانه نیشت اینمون تدرست فرمایینا
بله درست. من میخواستم عرض کنم که ما به سه پدیده در دوران مهاجرت پایان بود. با صداقت شد با تحصیل. خب میگذاریم جناب مفید تا که صدایشون دوباره جور شود. جناب انام صحبت آقای وسیق شنیدین. آیاتی که آمده در مورد قتل زنا معمولا برای اونمونا آمده، کفار که میگفتن کفار مکه اونا است. و در مورد کفار ای آیت نازل شده و همچنان آیات کشتار قتل در مورد یهود آمده و در مورد نصارا آمده. آیات در مورد مهر و محبت در بین نصارا آمده، آیات وجود داره که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیاتی هم داریم که میگه که نصارا یهود و کسای کتاب دارن صاحب کتاب هستن، روز آخرت به بهشت میرن. و آیات خشونت هم داریم که در مورد کشتار یهود آمده، قتل یهود آمده. در این حالت اسلام برخورد چندبودی و چندگونه نسبت به قتل و جنگ داره. در مراحل که اسلام از مدینه به مکه رفته در اوایل جنگ است، در پیش از اون مثلا آغاز اسلام است، دین اسلام معمولا برخورداری از یک محبت و مهر و ستایش و انسانیت است. وقتی که انسان به مدینه میرد، جنگایی که سر مکه صورت سر تجار مکه صورت میگیرد، جنگ بدر و احد و خندق و امثال از اینا، اینجا شما تمام آیات میبینید فقط خشونت است، قتل است، کشتار است، زدن است، کندن است. و بعدا وقتی که اسلام دوباره در مکه میاد، دوره دهم سال دهم هجری که وقتی که مکه را فتح میکنند، اینجا آیات قرآن شکل شیری دیگری از خود میگیره. اسلام به یک دین محبت دوباره تبدیل میشه و او دین محبت است که حتی قصه مشهور است که میگن، شاید در صحبت پیشتر خود معرض کرده بودم که کسی کلیدار مکه بوده به نام عثمان ابن طلحه و پیامبر اسلام وقتی پیش آمد برش گفت که میخواست در داخل مکه شود و گفت کلیدار بود، گفت که ما تا اجازه نمیتومد که پیش بری. پیامبر اسلام گفت تا مرا نفکشی، عثمان ابن طلحه گفت برای تاریخ تبری و تاریخ تبری و تاریخ دینوری و مسالک الممالک و اکثر کتاب ها. بعدا او گرفت پیغمبر اسلام شمشیر خود کشید به جای کوره بوک زیر پایش مان و گفت که ولی لم تعزین لم تدخل مکه یا عثمان ابن طلحه. و او باز شمشیر شبرداش گفت لا اله الا الله و انت رسول الله و ایمان آورد. ما ابعاد مختلف دین اسلام بینیم. دین اسلام یک دین است که در جامعه نظر به شرایط و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی دوران خود برخورد کرده، بدون شک قتل اجازه داده، کشتن اجازه داده، خشونت اجازه داده، حقوق زن زیر پا مال است در این دورانه. اینمی اگه اجازه باشند که وقت هم در نظر بگیریم، جناب انام شما با صحبتهای آقای مفید در رابطه موافق هستین؟ اینه که به گونه جناب مفید بسیاری حرفای جناب وسیق صاحب تایید میکنه که در پالوی از این که آیتهای خشونت آمیز در قرآن است، آیتهای صلح آمیز هم است، آیتهای محبت هم است. این مثلا در این مورد نظر شما منتها متوجه باشیم که سر آیتهای قرآن گپ میزنیم که بحث تاریخی رو میگذاریم کنار. رو باز بله میدانم در نظر بگیریم. بفرمایید جناب راستاو، ممنوع هستم. میدانم اما پیش از صحبت یک چیز باید بگم که من زبان بریده ابن مقفع هستم. کل عزیزان باید بدانه وقتی که ما در یک بحث سیاسی یا در یک بحث دینی میایم آزاد صحبت میکنم. بسطها کتاب خواندیم و بسطها رساله را خواندیم، اما وقتی که سر خشونت در اسلام میایم، آقای مفید بسیار یک موضوع مهم مطرح کردن که در اسلام محبت است، در اسلام دوستی است، در اسلام برادری است، در اسلام خشونت است، در اسلام جنگ است. ما همیشه از این خاطر ما همیشه مدعی شدیم که اسلام تراوش فکری پیامبر محمد است، کتاب است که از آسمان ها نامده، کتاب در لوح محفوظ نبوده، این همش اندیشه های محمد است. چرا کتابی که مملول از عشق است و محبت است و جنگ است و برای که این تراوش انسان است، این انسان است که خشونت را به بار میاره، این انسان است که محبت را به بار میاره. ما وقتی قرآن رو میخوانیم با صدها آیت خشونت روبرو میشیم، با صدها آیت به اصطلاح محبت روبرو میشیم. این رو باید ادعا بکنیم که پیامبر محمد در تدبیر قرآن دست بالا داره. پیامبر محمد با دو کتاب، ما با دو پیامبر روبرو هستیم، پیامبری که در مکه سر بلند کرد و پیامبری که در مدینه سر بلند کرد.
ما با دو قرآن روبرو هستیم، قرآنی که در مکه آمد و قرآنی که در مدینه آمد، این دو قرآن است. ما باید ببینیم که آیات هایی که در مدینه بود کدام آیت هاست و آیات هایی که در مکه به اسلام پیامبر گفت که این بر ما نازل شده، اینها را باید ببینیم. ما پیشتر که بس آیه سوره توبه و آیه 123 یاد کردم، اینجا واضحا معلوم میشن که پیامبر خود الله هست و الله پیامبر است. این فرمان میدهد و فرمان خشونت میدهد و در این یک واژه بسیار مهم نهفته است اینجا به نام کافران. این واژه از کجا آمده؟ در از این مورد جناب انام 3 دقیقه 4 دقیقه صحبت کردیم، در این مورد پسان صحبت خود کردیم. اما شما بود تاریخی نزول آیات قرآن رو تشریح میکنین در حالی که ما سر خشونت گپ میزنیم و حرفای شما را مربوط خود شماست، نظریات شما رو ما احترام دارم، ولی به صورت مشخص در هر حالتی که از سوال ما ای بود که این سوال رو بپرسم شما جواب بدین برای اینکه نوبت جناب وسیخ خیر میرسم و عدالت در اسلام هم میگن پس عدالت مهم است، در این بحث هم باید در این عدالت ما رعایت بکنیم. باز شما در این مورد پسان میتونید صحبت بکنید که من سوال مشخصم باز از شما همی خواد بود که هر حالت تاریخی که بوده ولو که آیتهای مکی بوده یا مدینه بوده، اما یک فاکت وجود داره که در امی 10 سال اول آیتهای مکه حداقل آیتهای خشونت آمیز نبوده و مردم به مدارا دعوت میکرده پیامبر اسلام. آقای راستین یک نکتر اضافه بکنم که شما باید اون را بشنوید. آیت های مکی زمان از بخاطر است که تا اون زمان پیامبر قدرت شمشیر نداشت. این حرف را باید جناب انام امیر عباد میخواستم که در مورد سوال بکنم داشت یا نداشت، اما سوال است که در قرآن امیر از ما با فاکت ها زیادتر فیلن مراجعه میکنیم، باز پسان اندیشه ها رو در پاکش طبیعی که میگیم چیز. جناب وسیف شما در این مورد چی میگین؟ در مورد فرموده دو ارجمان بزرگوار که امروز صحبت کردن وقت صحبت ها بسید. اول من تقدیر میکنم این کار شما را که واقعا هم تر یک فضایی را ایجاد کردین که امروز در یک شرایط بسیار آزاد میتونن دوستا صحبت بکنن. آقای انام عزیز که بیننده برنامه ما میباشن اکثرا واقعا جای بسیار خوشی است که ما دیگر اندیشه را داشته باشیم که اونا صحبت بکنن، آزاد نظر خود ابراز بکنن و همین فضا را شما آماده کردیم و بتانیم کمی را ترویج بدیم که واقعا جای بسیار خوبی است و خوشی است که دوستا را با نظرات ما فقط پیش از اینکه می صحبتتان ادامه بدین یک چیز را بگویم. بیننده های عزیز اینجا لایف هستیم و شما را من میبینم که کامنت میتین و بسان در ختم صحبت سوال های اگر دارین، صحبت های دارین، کوش میکنیم که از میمان های خود پرسان بکنیم و اگر که سوالاتتان ماند و وقت ضایع نکرد حتما در برنامه های دیگه سوالاتتان را یادداشت میکنم و خدمت این دوستا میرسانم. و چیزی را که ای بر بیننده های ما بود که گفتیم، چیزی را که به خدمت شما میگم که یگان مرتبه که شما صحبت میکنید چشم ما اگر در پایین است این را بفهمید که من کار تکنیکی را میکنم، باید تبصره ها را ببینم و هم کنترل سفر را داشته باشه. فقط همین قدر میخواستم که تاکید بکنم بگویم. بفرمایید جناب واسیف. بسیار تشکر. ولی من برای اینکه همین مطلب یک اندازه واضح تر باشه، ما باید اگر بتانیم تفکیک بکنیم بین اسلام و مسلمان. بله. عمل کرده که مسلمان کرده در طول تاریخ، چون بحث‌های تاریخی می آید باز انشاءالله در بحث‌های دیگه سرش صحبت خواهد کردیم. بله. عمل کرده مسلمان ما حواله نکنیم سر اسلام. برای وقت اسلام میگیم ما قرآن اساس کار ما است. بله. قرآن کریم است و جناب انام هم که یاد کردن که در مکه فرزن پیامبر خدا زور نداشت، زور شمشیر نبود و در مدینه که رفتن آیت خشونتی نامد. ببینیم که ما چند آیه از آیات مدنی بگویم. در آیات مدنی آیه 256 سوره بقره میفرماید که لا اکراه فی دین، در امور دین جبر و اکراهی نیست. آیه 256. آیه 148 سوره بقره میفرماید که ولکلن جعلنا منکم ببخشین ولکلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. به هر یک
ما یک جهت و یک راه و یک طریق را گذاشتیم که از او طریق میتونن خدا را عبادت بکنن. ببینین که قرآن نمیگه بجنگید، میگه فسته به قل خیرات، شما در کارهای خیر با یکی دیگه مقابله بکنید یا مسابقه بکنید. آیه 112 سوره بقره چیات میکنه؟ بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. نه، بر هر کسی که خود را تسلیم خدا بکنن و انسان نیک و خوب باشن، اجر پاداشش پیش خداوند است. این آیات آیات است که تماما مدنی است. آیه 48 سوره مائده به می صراحت ولکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. به هر یک شما، چون صحبت از یهود و نصارا و مسلمان بود، میگه به هر یک شما شریعت و راه و رسم قرار داریم. اگر خواست خدا می بود که شما را یک امت می ساختیم، می ساختیم. ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم، ولیکن ما شما را می آزماییم با اونم استندرده که ما بر شما دادیم. تورات برای یهودی ها، انجیل برای مسیحی ها، قرآن برای مسلمان ها. باز میگه فاستبقوا الخیرات، شما در کارهای خیر با یکی دیگه تان مسابقه بتین. تمامی آیات آیات مدنی است. یعنی در تنها آیات جنگ و کشتار نیست در مدینه که بکشین، که من به می خاطر با این تعبیر ما کشش. جناب وسیخ صاحب، از آخرین جمله شما می خواهیم یک سوال برام پیدا بسیار جالب صحبت کردیم که تنها کشتار نیست، یعنی که کشتار وجود داره در خود کشتار پیدایی. من کشتار گفتم که کشتار وجود داره، مسلمن وجود داره. آیات کشتار بدون شک در قرآن است و ما تعبیری که میکنم کشتار را خشونت است. کشتار یعنی کشتنت است، آخرین درجه خشونت است. ما تعبیر ما البته شاید فرق میکنه از دوستای اینا، که من همیشه این رو تعبیر میکنم که وقتی میگه بکشین، حتی در آیاتی که پردن جناب دکتر مفید هم یاد کردن که فقتل المشرکین حیث و سقفت و مهم، یعنی در سوره توبه پنج آمده، یا فرزن وقتلوهم حیث و وجدتموهم آیه 191 سوره بقره آمده، که میگه که شما بکشین هر جایی که پیدا کرده نشان را، هر جای بسیار آیه خشونت بارست. اما امی آیه هنوز تکمیل نشده، فقط یک دو سه کلمه دیگه ایش اگه بخوانین مطلب واضح میشه. و اخرجوهم من حیث و اخرجوهم، و بیرون برانین ایشان را از اون جایی که شما را بیرون راندن. چی معنا میده؟ این به این معناست که یعنی اونا تجاوز کردن، شما را از دیار خانه‌تان راندن، پس شما حق دارین که از خود دفاع کنین و حق دارین که اونا را پس بزنین از دیار خانه‌تان، شما خانه‌تان را پس بگیرین. و اونا اگر کشته میشن حسابشان را دست که متجاوز هستن، اگر شما در ایران کشته میشین شهید هستین. واقعا مقام از خود دفاع میگن بکنین، یعنی دفاع از خود. حتی در این آیه 190 سوره بقره را که من یاد کردم که بجنگین با اونایی که جنگ بر علیه شما شروع کردن و شما تجاوز نکنین، خداوند تجاوزگر دوست نداره. حتی در این شرایط قرآن کریم آیه 60-61 سوره انفال یاد میکنه و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگر امینایی که متجاوز هم بودن، اگر بیرق سفید بالا میکنن که ما میخواییم صلح بکنیم، فاجنح لها، شما هم صلح بکنین با ایشان و توکل علی الله. آیه 62 شما یاد میکنه که و این یرید و این یخدعو که و این نحسبک الله. حتی اگر اونا به خاطر فریب، دسیسه و یا تکتیکای جنگی جنگ بگوین ما صلح میکنیم، امور صلح هم قبول بکنین و بتانین که مسائل یعنی صلح را خدا ترجیح میده. واقعا تشکر جناب وسیم، سپاسگزار هستم. بیننده های عزیز، دوستان، ما میبینم که یک تیف بسیار بسیار وسیع از عزیزان اینجا آمدن، تبصره میکنن، سوال میکنن. یک بار دیگر من خدمت بیننده های عزیز باید بگویم که اگر سوال ها را شما به این شکل طرح بکنین، ما باید 10-20 سال بشینیم که تمیسی شخصیت ارمند و صحبت بکنیم. مشخص سوالات شما در رابطه با همین مسئله باید باشه که قرآن و خشونت یکی اوکل است، کوتاه بسازیم، وگرنه که ما شریعت باز دهی بیاریم، تاریخ بیاریم. این بحث هایی که داینده ادامه میتیم، اما در یک برنامه گنجایش نداره. امیدوار هستیم که دوستان در امیم رابطه سوال بکنه. یک دوست ما گفته ظلمه یا آشنا مالکشی، همین کلمات کوچهی و بازاری و مالکشی و این همین دوستا ارزش گفتن همینجا نداره. ما به خاطر از این گفتم که یکی از اهداف برنامه های ما همیست که
ما امید یک فرهنگ گفتمان یاد بگیریم. لطفا امید تب تفسره ها را جدا خودداری بکنین. به هر حال جناب انام حتما با شما صحبت میکنم. اجازه بدین که نوبت آقای دکتر مفید است که جناب مفید در این مورد چی میگه. حضورتون بایدار شوه که ببینین ما در اینجا دیدگاه بی‌طرفانه دارم. دیدگاه بی‌طرفانه من به این معناست که اگر ما بپذیریم که قرآن بازتاب شرایط ذهنی پیامبر اسلام در دوران خودش است. بله. توجه کردین؟ قرآن بازتاب اوضاع فکری و زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران است که پیامبر اسلام زندگی میکرد. ما باید در این چوکات قرآن، احادیث و تمام متون مطالعه کنیم. اگر از برای ما به دموگوژی فکری میرسیم و جامعه را همه را به طرف دموگوژی میکشانیم. میبینیم که در قرآن اگر پیدایش زمین و آسمان است، سخر لکم شمس و القمر، آفتاب غروب طلوع میکنه، پیامبر انسان است، پیغمبر میشه، قرآن برخوا میپندارن کلام خدا است، اما در حقیقت خداوند سخن نمیکنه. جناب اجازه بدین که چون وقت کم است ما اینطور باز یک بار دیگه سوال تر که اگه بایست هم بریم باز از بحث خارج میشیم. خب آمدیم سر این خوشونه یک لحظه که همی سوال همی از متن صحبت جناب وسیق یک جمله سوال بکشم که شما جواب بدین. جناب وسیق میگه که برخلاف دین ستیزا و اسلام ستیزا که آیات قرآن آخرین برداشت ما از صحبتشان هم اگه اشتباه بودم کنجه تشریف دارم میگه که تو اشتباه کردیم برداشت مایی تو بوده صحبتشان که میگن که برخلاف دین ستیزا و اسلام ستیزا و قرآن ستیزا و مخالفین قرآن اطور نیست که آیات هایی که به صلح انسان ها را تشویق میکنند در آیات های مکه پیش از قدرت پیامبر اسلام نازل شده باشه و آیات های سلامیز بعد از این شده باشه. میگه که این در آیات های مدنی است در مدینه بعد از قدرت این آیات هایی را که خوانده این مورد شما چی میگید؟ سوال ما رو بدون شک ببینین یک مطلب فراموش نکنیم که اگر ما ایده باعث یک تفکر بپذیریم و مطلق بپذیریم به مشکل مواجه میشیم. ما اگر ایده باعث یک تحلیل علمی بپذیریم ما به یک قطع دیگه دست میافیم. وای است که آیا قرآن در دوران پیغمبر جمع آوری شده؟ آیا واقعا هم از این کلام خداست در دوران پیغمبر جمع آوری شده؟ آیا دوران ابوبکر صدیق شده؟ دوران عمر فاروق شده؟ مطلب سر ازی است که قرآن یک پدیده، یک فرایند از یک جامعه فکری، سیاسی، اجتماعی یک جامعه به نام عرب است. در اونجا اگر ما بپنداریم که خب تمام از آیات پشت در پشت آمده، تبایب شده، مدنی و مکی و ما به حقیقت نمیرسیم. قرآن در حقیقت ترک شده نیست. قرآن جمع‌آوری تبایب از او حتی ما میپنداریم که گویا در دوران حضرت عثمان شده. ما بر روایت کی میپنداریم که دوران حضرت عثمان شده؟ بر روایت طبری، بر روایت دینوری، بر روایت یعقوبی. جناب دکتر اینا ما ببخشید ببخشید این نیجاست که ما به حقیقت میرسیم. ببینید ما هنوز سر جزئیات این مطلب که آیات مدنی و مکی سلامیز و جنگامیز وجود دارد دارم گپ جناب وسیق این جناب تصور کنیم که نمی قرآن که در هر زمان نازل شده یا دست خورده یا اصلش از اینمی خب فعلا در دست ماست بر اساس امین بله. بزنیم و استدلال آقای بله دیدگاه از اینا درست است که هم در آیات مکی خشونت وجود داره مهر وجود داره هم در مدنی و مهر و خشونت وجود داره اما اکثریت آیات خشم در دوران جنگ مکی است و در دوران مدنی است و آیات مهر و محبت اکثرا بعد از فتح مکه و قبل از وقتی که اسلام بنیادگذاری میشه اگر تصور نکنم امیس مجموع قرآن در 23 سال نازل شده که 10 سالش در مدینه بوده جناب وسیق و 13 سالش در مکه. خب هر حال اینال انام سر خدمت شما اینال نوبت شماست و سوالم قبلا مطرح کرده بودم شما بفرمایید. لطف شما آقای راستان اول که هیچ ما سند تاریخی نداریم که وقتی قرآن تدوین شد در زمان حضرت عثمان علیه السلام هیچ معلوم نیست که کدام آیت ها در مکه به اصطلاح نازل شده و کدام آیات در مکه در مدینه برای که تدوین قرآن مسلسل نیست. ما آیات مدنی رو میبینیم که در اول آمده آیات مکی رو میبینیم که در آخر قرآن است اما حرف من روی باز هم
حرف بسیار زیبایی است که در قرآن آمده، لا اکراه فی الدین. یا وقتی که ما میبینیم بیشتر استاد وثیق گرامی امیر یاد کردن که هر کس آزاد است در پکچر نیست نه هم. شما کار دانه کنیم من هایی دست خود مذهبی. وقتی که ما میبینیم که لا اکراه فی الدین، وقتی که پیامبر ادعا میکنن که هر کس در دین خود آزاد است، در اندیشه های خود آزاد است، از تفکرات خود آزاد است، و این مسئله هم آقای وثیق یادآور شدن که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. وقتی که ما با این کلمات روبرو میشیم، لا اکراه فی الدین، ما چرا میبینیم که لات و منات و عزا کسی بوت بود که مردم قریش، یه تاریخی نیست آقای راستای گرامی، یه خشونت است. وقتی که مکه، وقتی که کعبه فتح میشه، اولین فرمان پیامبر امین بود بر حضرت علی علیه السلام، میگه که با داخل کعبه شد و این ثبته که مردم عرب با او احترام داشتن، مردم عرب با او به اصطلاح سر تعظیم فرود می آوردن، با او به اصطلاح عبادت می کردن. آیا این خشونت نیست که این ثبته؟ البته دو بتش در قرآن ذکر شده، بت سوم فکر می کنم جناب انام باز شما سر تاریخ میرین. آیت مرحبا آیت مرحبا من با خشونت شو بات اجازه بتیم ببینید امیجا خوش بید یک لحظه اجازه بتیم که مسائل بخونیم. آیت که امیجی حرف شما را ثابت بساده در قرآن وجود داره یا حدیثی که از زبان محمد باشه که شما اینجا بگوید که باز من از جناب وسیط سپرسان کنم؟ شما با آقای راستا وقتی که در قرآن بخش تاریخیشه بر شما وعده میتونم که بارها آد از پیش ما شما جایی رفته نمیتونین، همیشه کسی مفاد بودین در برنامه های ما و یا اکثر وقتا که باز این بیسا بحث های وسیست. باز تکرار میکنم که اگر به بخش تاریخی و منطق و یپا بریم و به جناب بنابا گفته جناب دکتر مفید که سره به حساب اسلام که شأن نزول میگن و به حساب جناب دکتر سر مفید که شرایط تاریخی و سیاسی و جره ببینیم، هر بیسا به درازا میکشه. من امروز بسیار تلاش دارم که امی آیت های خشونت آمیز از زبان شما و از زبان جناب مفید بشنویم و جناب وثیق صاحب اگر روایت نیست که تکمیل شده و کدام توجیه داره او را بگویه و اگر که شما وقت به جانب هستین و یا یکی آیت متر هست که او را بگویم. ما رسیدیم به موضوع و این را قبول داریم که لا اکراه به دین تنها یک شعار بود و او عمل نشد و میریم در سوره احزاب. بله اگر سوره احزاب را آیه 61 را پیدا کنن عربیش بخوانن، فارسی از اوست که اینان لعنت شدگانند، هر جا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. این آیت خوش اینمی جمع شما را میخوایم که استاپ کنم به اجازه تان با جناب وثیق صاحب می آیت اگر دارین بخوانن و بگوین که چرا این آیت همی آیت که یاد کردن جناب آقای انام پیش از یک سوره احزاب است. ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا. یعنی آیت ظاهرا وقتی آیه را میبینین واقعا خشونت است، همش خشونت است. چی میگه؟ اینا ملعون هستن، هر جایی که پیدا شدن یا اینجا پیدا کردین شما اونا را اخذو بگیرینشان را و قتلو تقتیلا و از بین ببرین بکنشینشان را. یعنی امیر اما کی را باید بکشید؟ بله باز اینجا میاد گفتم که اگر تمام آیات جنگ شخصا من خودم به یقین هستم که اگر ما امی آیات خشونت را در زیر آیات که شرایطش محدود میسازه بسنجیم جواب برش ازش میگیره. آیه 190 سوره بقره را که من گفتم برای می خاطر گفتم که خدا میگه که ولا تعتدوا، شما تجاوز نکنید، تجاوزگرم خدا دوست نداره. جناب وثیق پس مهم فرمی آیت که جناب انام خواندن در امین مورد واضح به وضاحت گفته شده که بکشین. کی را گفته بکشین؟ امینه میگم که بکشین امو کسایی را که سر شما تجاوز کردن، امو کسایی که شما را قبول نمی کنن و شما یک گروه اقلیت استین، شما را میخواین از بین ببرن. یعنی اونایی که مثل که آیه 190 سوره بقره که یاد میکنه که وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، یعنی شما هر جای پیدا کردین بکشینشان رو، از دیارخانی تان که شما را راندن شما اونا را برانید.
برای اینکه اونا تجاوز کردن و شما کاملا یه حق، من فکر میکنم والله بسیار استاندارد باید باشه که یعنی همه ی حق داره که از خود دفاع بکنه. خب باشه، یک سوال دارم اگر که به منطق برمیخوره، خود من هم میخوام که به واسه منطقی برم، چرا اینجا به فاکت ها زیاد مراجعه میکنیم. حالا ببینین از یک طرف هم تناقض در پروگرام که میگن، این دو دوست ما میگفتن، از یک طرف جناب وسیف میگیم که نمی چهار کتابه که بود، سه کتاب پیش از قرآن، اینا را قرآن به رسمیت میشناسه، ما یک کتاب آسمانی است. بله. و در عیسویت، بس عیسویت اینجا من نمیم، من ایسی یک نمونه به شما میدونم. در اونجا واضحی گفته که شما love yourself, love your enemy, love your... love your neighbor, love your enemy. خدا دوست داشته باشین، همسایتان و دشمنتان. و در اینجا قرآن میگه که اما دشمنتان رو بکشین. ببینید دو گفه متضاد. یعنی خداوند در یک جایی برای یک پیغمبر خود. اینطور گفته باز به این پیغمبر دیگه خود باز این گفه که شما میزنید. اینطور گفته که هر کس که شما را خانه‌تان را برانینش، هر کس کشتتان را بکشید. این چطور؟ آقای راستا میتونم یک تبصره کوچک داشته باشم؟ اگه اجازه بتین که به یادتان باشه که وسیف صاحب سوال کردیم، هر فقط بگویم با شما هست کنیم. بسیار عالی. ببینید که من فکر میکنم که مطلب را اگر ما در زیر چتر آیات جنگ به خاطر دفاع و آیات جنگ به خاطر تجاوز اینا اگر بسنجیم شاید مطلب حل شود. که قرآن کریم یاد میکنه که شما اونا رو بکشین، حتی اون کسایی که مخالف ما برداشته واسه البته شاید دوستا عزیزای ما نظر دیگه داشته. جناب وسیف صاحب، بازم ما خدمت شما عرض کنم که اینجا هدف ما این نیست که شما بزرگوارا برداشت های خود بگید. هدف ما فقط است، فقط با برداشت بسیار تفاوت میکنه. از دید ما شخص خودم، من نمیفهم اینجا نظر بتم، ولی از دید منطق امیر میگه که یکی برداشت است، یکی تفکر انسان است، اندیشه انسان است، یکی فاکت هاست. ما سر فاکت کپ میزنیم، با سر برداشت های شما برنامه های دیگه میداشته باشیم. کاملا. در قرآن اینجا فاکت است که گفته بکشیم انسان ها. و شما چند نزولش هم میگیم که اون کسایی بود که سر از این مسلمان ها هم لگه. ببینیم که آیات ما در قرآن کریم داریم که میگه که ولا تقرب الصلاة. شما نماز نخوانید. اگر ما همینقدر آیه رو بگیریم، خب میگه نماز نخونین اصلا. اما قرآن میگه ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که شما نشستی نماز نخونید. یعنی ما در یا وقتی که نشه بکنین اما نماز نخونین. نماز بحث شراب باز یک بحث دیگه مثلا شور در سه جای اومده. همین معنا رو می تال البته تو گفتم نشده بود. این بود که در کانتکست، در مومت، در بستر مطلب ما باید این را مطالعه بکنیم. اگر مطالعه شکنیم، ولی آیات میگه که اصلا ضرورت دیگه فقط یک ترجمه ساده بکنیم، میگه هر جای پیدا کرده این بکشینشان را. کیه و ایشان کیه است؟ ایشان کسایی هستن که سر شما تجاوز میکنن، سلا به دست دارن و شما را میخواین از بین ببرن. اصلا اونا را میگه قرآن کریم آیه 8 و 9 سوره ممتحنه را اگر ما میبینیم، قرآن کریم حتی به این صراحت یاد میکنه ولو کسایی که هیچ ایمان ندارن حتی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، میگه اونایی که اصلا کسایی که دین ندارن اگر بر علیه شما به خاطر دینتان نمی جنگن و شما را از دیار و خانه تا نمیرانن به خاطر دینتان، خدا میگه من نگفتیم که امرایشان بر و احسان و نیکی نکنه، نیکی بکنین امرایشان. ای که اصلا او هیچ عقیده ندارن، خب ما عقیده من دستیم، واضح دشمنی ها هست، اما اونا انسان های با صلح و سلامتی میخواین زندگی بکنن، شما امرایشان بر و احسان بکنین. و آیه بعدیشان میگه فقط او کسایی که اونو کسا را دوست نگیرین که اونا شما را از دیار خانه تان به خاطر دینتان میرانن و دیگرها را کمک میکنن، ائتلاف میکنن امرای دیگرها که شما را از دیار خانه تان برانن، اونا را دوست نگیرید. این عملا درگیر جنگ با شما هستن. اونا را میگن، من گفتم که آیا اگر ظاهرا ترجمه کنین خب کاملا خشونت دارن، ولی در بستر امی مطلب اگر مطالعش بکنیم، یعنی فقط با او کسایی است که شما او کسایی را بکشین که تجاوز کردن.
اما یعنی جنگ اسلام جنگ دفاعی است نه جنگ تجاوزگرانه. کاملا جنگ دفاعی میدانمش. بلی همینجا اجازه بدیم که جناب انام سر میخواستن چیزی بگن. بفرمایید انام سر. آقای رسول بازم ممنون از شما. بیشتر استاد یاد کردن لا اکراه فی الدین، وقتی که آزاد هستین در تفکر دینی تم، وقتی که دوباره میریم در سوره احزاب آیه 61، ما این یک واژه بسیار اساسی رو میبینیم. واژه درست رو میبینیم که لعنت شدگان بله. این کلمه لعنت شدگان، این لعنت شدگان کی هستن؟ بله. لعنت شدگان کسانی هستن که با تفکرات و اندیشه های پیامبر محمد هم نوا نیستن. وقتی که پیامبر میگه اینا رو بکشین، اونهایی کشته میشن که اینها قبول ندارن این آیات را و با تفکرات پیامبر هم نوا نیستن، برای زی که یک عمر با تفکرات پرر زندگی کردن. این آیه مطلقا برای کشتن دیگر اندیشان آمده. این آیه رد میکنه فی لا اکراه فی الدین. میبینیم که تناقض وجود داره. در یک جای پیامبر میگن تو در دینت آزاد هستی و در جای دیگر میبینیم که امون دیگر اندیشان پس لعنت شدگان میشه و حتی اما ببخشید جناب انامسر، پیشتر آقای وسیط گفتند که لعنت شدگان اونو کسایی هستند که آمده تجاوز کرده بر شما. اما تصورات شما از نگاه تاریخی آقای راستان ما میبینیم. من میخوام مسائل تاریخی رو ببینیم. ما ببینیم که مثلا تنها پیامبر چند جنگ داشته. این همه جنگ ها همش دفاعی بوده. باز هم اگر ما سر اسلام عمومی صحبت بکنیم، پای اسلام تا سرزمین اهورایی ما چطور آمد، این همه دفاعی بوده. فتح مکه دفاعی بوده و به اصطلاح قرارداد حدیبیه دفاعی بوده. این همه تجاوز بوده. در اسلام همه تجاوز بوده. هیچ ما در اسلام تاریخی نداریم که سند نداریم. آقای رفتی میکنه جناب انام این را خب بیاداشت کنیم که باید ما پس میاییم. بله. گفتیم که جنگ دفاعی نبوده، جنگ تجاوزکاران نبوده جناب انام. مستم یا آقای رفتی؟ نه ما پسان فقط از شما از اون ما خواهش کردم که همین سوالاتی که کردیم باید همین سوالات رو بدهیم. ببخشید که من مخفل ساختم شما. بله. مثال بسیار واضحی برای شما که در قرآن آمده، مسئله بنی قریظه آمده. وقتی که بنی قریظه در جنگ حاضر نشدن که با پیامبر برن و جنگ به اصطلاح برای کشتار دیگر یهودا، وقتی که دوباره آمدن و جنگ را به اصطلاح پیامبر فتح کرد، امر کشتار چند صد انسان بیگناه را و امر فکر میکنم سعد بن معاذ بود که تا پیامبر پرسان در قرآن آمده. این در قرآن است. خشونت است. این کشتار بنی قریظه توسط سعد بن معاذ، حضرت علی و دیگر یاران عزیز صورت گرفت که در بعضی ها میگن 790 نفر، بعضی ها میگن 970 نفر. خب عدد بدونم و چیز است دیگه، حادثه باغ فدک به حساب. بله. اما این اینم از زبان زد میکنم آقای راستان، یک نفر که یک نفر کشته شده باشه این خشونت است. خب تشکر جناب مفید. 3 دقیقه شما وقت دارین که در رابطه با صحبت های جناب انام و آقای وسیق صحبت کنید. پس باید میریم سر در مورد از این سوالات آقای انام از جناب وسیق خواهد میپرسید. بلی بفرمایید. ببینید من به این باور هستم که به هیچ وجه قتل و کشتن انسان انسانی نیست. ما نباید برای قتل و کشتن دلیل داریم. وقتی که ما یک انسان در یک حادثه یک رویداد کشته میشه، یک انسان از بین میره با تفکرش، با اندیشش، با ایدههاش، با آرزوهاش، با خواستهاش، با خانوادهش، با فامیلش. این به هیچ کس در هیچ جای در هیچ کره زمین او برائت کس داده نمیتونه. اما اگر ما تجاوز کنه سر شما کسی و شما اجازه بدین ببینیم، ما به هیچ وجه چیزی به نام تجاوز نداریم. ببینین جنگ اسلام از خانه پیغمبر شروع شد، حرکت کرد. خب تجاوز کی کرد؟ چرا ما منطقی باید صحبت کنیم؟ پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برآمد، حرکت کرد، دین خود تشریح کرد، جنگ کرد. پس جنگ اول پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کردن. ایشان است که جنگ های مختلف در مکه در مدینه سازمان دادن.
اسلام است که حرکت میکنه از شبه جزیره عرب میایه و از گرد سیوم پادشاه ساسانی رو میکشه. اسلام است که میره به نجاشی. اسلام است که حرکت میکنه میره. ما هیچ کدام از جنگ دفاعی نیست. تمام از جنگ ها تجاوزی است. جنگ تجاوزی، قتل تجاوزی داره، کشتار تجاوزی داره. ما اگر به هیچ وجه در تمام آیات قرآن که آمده فقتلوا گفته، کسایی رو گفته که مخالفینش است. کشتن مخالفین در هیچ دین روا نیست. از دین برهمنیزم، بودایزم، زرتشتیزم، مسیحیت، یهودیت، تمام از اینا قتل کشتن انسان اجازه دادن. جناب دکتر، اون شما نوشتایتان رو خواندیم چهار وقت که شما صحبت کردیم. بله. این همین قتلایی که در اسلام شده به هیچ وجه. اینا بلا استثناء کشتار وجود داره، زدن. بله بله بله. و کلش تجاوزکارانه. فکر کنید شما دین از خانواده پیغمبر است، خودش عایشه شروع میشه و علی ایمان میاره و بعدن ابوبکر میاره، بعدن خانواده اسلامی. اینا آغاز میکنن، اینا میرن در دین خود تجویز به اصلاح در جامعه میخوان تنشین شوه، میخوان فراگیر شوه و دوباره رسیدن برای جنگ میکنن و میکشن. این برای اون مطلب نیست که کی رو میکشه. قاتل یک نفر است، کشنده یک نفر است، تجاوزگر یک نفر است. و از اینجا آغاز شده. ما باید این توجیه نداریم بگیم در حال مثلا شما ببینید نمی لازم بسیار کوتاه عرض میکنم دلیل اجازه بدین مثلا وقتی که شما پای خود سر یک سیاپوس مون رو میکشه و پس اون که سیاپوس دیگر میخواد پلیس بیاد دست بسته میکنه و رو دوزی میکشه، این کدامش قاتل اول اینمی آدم است که زونی خود سر گردن از عمر نفس شکشی. دین هم آغاز که میشه و جنگ آغاز میشه با کشتن آغاز میشه، نه با ماچکونی محبت صدقه چم بیا ایمان و نه میری خیبه بخشی بیادر برو در آتر رای مرا نمیکشه تو ایمان نبر میکشمت. و ما میبینیم که در دین مقدس اسلام ما، اسلام محمدی ما، دین مقدس اسلام ما، ما انواع مسئله حقوق زن یک لحظه بفکر کنیم. شکر سپاس جناب مفید. همینجا یک کس دیگه هم سوال کرده که جناب آقای آیات استقلال بسیار شخصیت بزرگوار ارجمند است، گفته در تپالوی خشونت های جنگی در مورد خشونت علیه زنان، خشونت علیه کسانی که اسلام را قبول نمی کردن همین حرفا را گفته. سر از این مثلا می آییم، این را بالم نمی خواهیم بریم. اجازه بتین که جناب وسیق صرف در این رابطه چی میگه در رابطه با گفته های شما سوالاتی که جناب انام طرح کردن. بفرمایید جناب وسیق صرف. تشکر. البته جناب انام یاد کردن که مثلا لایک را حرف دین اینا که هست، قرآن کریم بسیار همیره واضح نشان میده که در مسئله دین جبر و اکراه نیست. یعنی اگر ما این بگوییم که دین تجاوز را اجازه میده، پس لایک را حرف دین اینا اصلا دیگه هیچ مطرح نیست، در تضاد کاملا در قرآن واضح معلوم میشه. اما ما اوتر نمیبینو میره، برای از اینکه ما در زیر یک چتر دیگه ای را میبینیم که یعنی فقط دین امی اجازه داده شده، امی آزادی داده شده، اما وقتی مورد تجاوز قرار میگیرن باید دفاع بکنن، که جناب دکتر مفید هم یاد کردن که تجاوز زیاد شده. من هم یاد میکنم که مختصر از نظر کمک از تاریخ ها میادرش که اگر مبین پیامبر خدا از مکه شب هنگام بر آمدن فرار کردن با ابوبکر صدیق رفتن و به مدینه منوره، خب اینا بر آمدن از کجا بر آمدن؟ از خانه و دیار خود بر آمدن، زور هم نداشتن اونجا، رفتن به مدینه منوره، رفتن زیر یک فشار، برای اینکه توطئه قتل پیامبر هم چیده شده بود، باید او از بین می برد که حضرت علی به بسترش خوابید. چرا توطئه قتل پیامبر چیده شده بود جناب واسی؟ خب برای از اینکه پیامبر یک دین آورد که گفتی بتایتان بتا ناجور است. باز تظاهر نمی کنم جناب وسیق صاحب که این همی هم یک خشونت بود، دینش بود، دلش بتش بود، پرستشش. چرا بتش بد بگوید کسی؟ چرا همونتا که اسلام یک کسی اگر قرآن بد بگوید از کاملا درست می امام هم نظرتان هستم. چرا؟ یعنی پیامبر هم حق داره که روش خود را که اون میگه ما یک دین یک تا پرستی را آوردیم، او هم حق داره که همون دین خود را تبلیغ بکنه، مشرک هم حق داره که دین خود را تبلیغ بکنه، یه حق داره. اما بر پیامبر یه حق نمیدادن، برای اینکه اقلیت بود، بسیار اقلیت کتاب، بعضا مورد سرزنش اینا قرار میگیره پیامبر، بسیار اقلیت محدودی بودن، تعدادشان ده ها نفر بیشتر نبود که مجبور شدن که باید براین و خانه و دیار خود را رها بکنن برن. پس این جزیره فشار بود، حالا وقت رفتن هجرت کردن، آیا یا حق دارن که پس به شکل از اشکال خانه و دیار خود بگیرن پس به دست بیارن؟ برای اینکه از خانه و دیارشان رانده شدن و قرآن میگه که و اخرجوهم من حیث اخرجوکم،
اونا را بکشین از جایی که شما را کشیدن، از خانه و دیارتان شما را راندن، شما حق دارین که از خانه و دیار خود اونا را برانین، پس خانه و دیارتان را بگیرین. این حق فکر میکنم که حق همه میتونه باشه. این که جناب انام یاد کردن که مسئله صلح حدیبیه و اینا تماما تجاوز بوده، خب ببینین که یعنی واقعا صلح حدیبیه بسیار با وضاحت یاد میکنه که اصلا تجاوز به این صورتی نبوده. اونا آمدن به خاطر یک حج، به خاطر حج آمدن در منطقه حدیبیه، از طرف مشرکین مکه هیاتش آمد و اونا را استاد کرد، پیش رفته نمیتونین و گفتن امسال نه، بر سال دیگه میتونین شما بیاین. پیامبر گفت بله قبول داره. ما جنگ نبود، حتی قسمی که حضرت عمر میگن که ناراحت شده بود که آیا خودت پیامبر هستی یا نه، باید بجنگیم در حق چرا نه، ما حق ماست. پیامبر گفت نه، اما صلح را انجام دادن که خب شما میگین امسال نبیم، سال آینده بیم، سال آینده می سال آینده آمدن که برن به زیارت حج اینا برن. یعنی پیامبر این مدارا را داشته اصلا. اما ای که ما بگویم صلح حدیبیه خودش تجاوز بوده، خب تجاوز نبوده اصلا، به اون صورت تجاوز نبود. برای اگر تجاوز میبود در اونجا جنگ باید صورت میگرفت و قتال صورت میگرفت. محمد همراه یاران خود پس دوباره پس رفتن به مدینه منوره. واسه ما صحبت های شما اتر دریافت کردم که پیامبر اسلام تجاوز هایی را که جنگ هایی را سازماندهی کرده، جنگ های دفاعی بوده و چون تجاوز شده سرش، در قرآن نشته شده که هر کس که تجاوز کرد بکشش و هر کس که خانه تگیرد بکشش از خانه بکشش. ایز ززین شما باشه که باز اینجا بیننده ها میبینن و امروز تعداد زیاد از بیننده ها را خوشبختانه داره سوالات از را به پسان مطرح میکنم در این رابطه. خب ما فکر میکنم که 1:09 ما و شما صحبت کردیم و ای بحث اگه دما بتیم 1-2 ساعت دیگه هم دبر میگیره ای بحث های ما و تا بیشترم. ما پیشنهاد میتر است که در اینمینجا همی بحث فقط متوقف میسازیم. آقای راستا پیش از این که شما متوقف، یک تفسیر کوچک دارم در این سال اگه شما امرو دوست بکنید وقت بدیم. بله بفرمایید. زمانی که باورت به یک واجهی که استاد وسیق گرامی او را زبان زد کردن و آفتابی زبان زد کردن، گفتن که از طرف پیامبر میخواستن در سال ششم هجری برن به طواف کعبه برن و از طرف مشرکین، استاد وسیق گرامی امی واژه مشرکین استفاده کردن امی چند ثانیه پیش که نمیدانم چرا واژه مشرکین یعنی مشرکی بود و در ضمن از این پیامبر در طواف کعبه میرفت در حالی که کعبه فتح نشده بود و لات و منات و عزا در درون کعبه بود و اینجا بر کدام دیانت میرفت؟ هنوز هم میرفتن طواف همین کعبه. کعبه خود پر از بودها بود، 300 چند بود بود. مگر ای خود از این نمیرسانه که پیامبر پلان تجاوز داشت، جنگ داشت با مردم کعبه؟ بسیار خوب، تشکر. ای بس اگه ادامه بتیم جناب انام بسیار طولانی میشه. اگه اجازه شما باشه ما همین دوستایی که ما را میبینه کوشش میکنم که بسیار زود زود یک تا میتونم نامش را بخونم. کسایی که سوال میکنه سوالشان را مشخص بیا بتیم. نیم ساعت دیگه ما شما صحبت میکنیم بازد من در صحبتهای بعدی. حالا مشخص گفتیم صحبت ما سر خشونت در قرآن آیتهای قرآن است و باز پسان میشه که سر مسائل دیگه بحثهای تاریخی را کتگوری بندی میکنیم، مشخص صحبت میکنیم که همی بیننده ها بیننده و همی دوستا و هم وطن ها را تو نکنیم که همی دستش بگیریم چرخ بتیم بازی جای ایلایش کنیم. ایران بانا که چی گفتن چی تو شد از این خاطر بحث ما مشخص است. تشکر میکنم از شما. اجازه بتیم که دوستایی را که همینجا هستن با ما و ببینیم که چی گفتن سوالاتش اگه اجازه تان باشه. اجازه دوستا هست فکر کنم. خب اینجا به نام درفش دموکراتیک جوانان صحبت آمدن، سید نجیب الله یونریار، توبا، تخلصشان نمیفهم که چی هست، به مشکل میتونم به انگلیسی نوشته است، عبدالرحمن عادی، سلطانه بارگزی، تیمورشاه صالحی، مستعد اورنگزیب، اعظم شهیم،
مینا نعیم، اشرف هاشمی، ظاهر دقیق، نعیم اکبری، جناب صبور احمدی، زلمه آشنا، سیرام کپور، یک دوست نهل اونود ما میبینه بسیار جالب است. امیدوار هستیم که از وای یک وقت ما داشته باشیم یک کسی را که به این صحبت بکنن. جناب دقیق، ظاهر دقیق، علک زیرک، خانم مالیا فانی، فهیم نورزی، شکیب زابولی، شایسته محسن یوسفی، حمید انور، شعیب شاه، احمد زکی شجاع، ظفر شمس، همایون منصوری، جناب صادق میبینن، توبا، خانم توبا را گفتیم و امیلیس نیکولادکس، کسی از آقای عبادی میبینن، هاشم خلیل حقیقی، محمد نسیم، جناب حسین آقا جوادی، افغانستان کابل، میرجان زمان، خب تعداد زیاد است دیگه. اینجا ملکه حسین، جناب میهنیار، عبیب میهنیار، مینا محبت پیروز، ظفر شمس و یک تعداد دیگه. منتها ما از ناما جناب خانم دکتر استورای شمس که دکتر متخصص هستن میبینن، زلمه آشنا میبینن، خب محمود تهماس، زبیر احمدی، علی روفی، شیر صافی، مستور دیخان، یار آراشید، برای زیاد وقت میگیرم، من به سوالایشان کوش میکنم که جناب شایب عباد گفتن که دیروز که شان مصاحبه داشتن، به نظر من مسلمانان کاملتر از اسلامان، چون همه مسلمانان مطابق کتابشان کافران را باید بکشن نمیکشن، پس مسلمانان بهتر از کتابشان عمل میکنن. خب نظرشان است. جناب مسعود ارسلا میبینن ما را. اینجا سوال کده که جناب محمود تماس گفتن که وسیق صاحب خیریه‌وودها از آیت قرآن استفاده میکنن، چون از خانه و کاشانیشان توسط مسلمان ها رانده شده بودن و امروز سرزمینشان مسلمان ها مسلمان کشی کنن. اینم تو یک سوال کردن جناب بسیر صدیقی. آقای آیات استقلال را گفتیم. خب جناب بامداد صاحب، جناب محمد ولی، مریم سلیمان، خب باشیم که من کوش میکنم که سوالای از اینا را پیدا کنیم. اگر یک دو سه سوال بسیار جالب بود همین جا ما ببینم. خب اینجا آقای آیات استقلال گفته آقای وسیق که در مورد خشونت های جنگی گفتین، در مورد خشونت های زنان، اینجا خود زنان خسرشوی خود حمله نکردن و یه گفته که ضرب و آنه ها یا چطورکایی بکشین بزنین زنایتان بایش از آبگی، یک آیت است که باید شما میخوانیم. اینال مشخص آیا این خشونت نیست از شما میخواییم همین پاکستان کنیم؟ اینجا مسئله تجاوز مطرح نیست که ما توجیه کنیم که در جنگ دفاعی مردا زنهای خدا میزنن و از زدن هم بنابرا مولوی صاحب خدا بیامرز که گفت اما که بزنیم که استقانش نشکنن. متاسفانه ببینیم که آیه 34 سوره، آیه 34 سوره نساء است که امیر یاد میکنه که چند مرحله داره که اگر شما سر با زنانتان سر ناسازگاری دارین، آیه 34 است البته، یاد میکنه که واللاتی تخافون نشوزهن، از اونا ما خوف دارین نشوز یعنی سرکشیشان را، از اونا که البته وقت ما کم است یک ذره کنی کلمات باید بسیار توضیح داده شد، فایزون شما اونا را پند بدین، نصیحت بکنین که درست کنن رای خدا، و هجروهن نفل مداجه و بستر امرشون جدا بکنین، و دربوهن اصل نکته کلیدی کلمه و دربوهن است که و دربوهن. ببینید که امروز ما یک مفسر زن نداریم، یک مفسر حتی مترجم زن بسیار اندک کمی اگر باشه، برای کلمه ضربه نظر به قرآن کریم، کلمه نه و فرهنگ لغات هم نمیریم، نظر به قرآن کریم کلمه ضربه معناهای متفاوتی داره. بله معناهای متفاوتی داره که قرآن مثلا بسیار مثال بسیار ساده ایش که میگه
ضرب لکم الامثال، بر شما مثال میزنن، کس مثال خلات کوب نمیکنه، مثال زدن. ببخشید آقای وسیق، امی آیت را که خواندید، امی معنای از چی است؟ زدن که نیست، چی است؟ نوازش دادن است؟ نه مثلا زدن یک مشخص اگه معنا کنید، یکی از معنایش، البته یک معنایش مسئله زدن است که چون مردها همیشه اما هدف قرآن، هدف امی آیت چی است؟ زدن است یا کدام چیز؟ هدف امی آیت ببینید که هدف آیت را که میگیم، اگر من تو توضیح بدم که پیامبر گرامی ما محمد صلی الله علیه و سلم اونا نو زن همزمان داشتن، نو زن ولی نه دوستشان و نه دشمنشان راپور داده که زنای خود لط کرده باشن. چی شد؟ حتی با وصفه که نارام بودن، ناراحت بودن، برای یک ماه خودش رفت یک جای دیگه زندگی کرد، ای زنای خود ندید، خودش برآمد. اینجا قرآن کریم همین معنایش بسیار مطرح میتونه باشه که جناب به این معنا که یعنی سفر کردن، و دربوهن شما از خود دورشان بکنین، از خود دورشان بکنین. این هم یکی از معنایش که میتونه که پیامبر نتونست نوزر از خود دور بکنه، خودش از زنا دور شد. آقای بصورت مشخص امی آیت از دید امو معتبرترین ترجمهش چی است؟ زدن است یا دور کردن است؟ امی ترجمه که همه ترجمه ها که میبینین زدن ترجمه کردن، تفاصیل برزی که همه مترجمین مرد بودن و استخانش نشکنه ایچ تو دفست؟ بله؟ بزنین بساطه که استخانش نشکنه ایچ تو مثلا؟ این را باز به حدیث میگن، یک حدیث یک روایت برش جور کردن. یعنی شما ممکن رفی حدیث هستین مثل آقای مخالف حدیث نیستم، ولی مخالف او روایات هستم که با رنگ قرآن کریم نگیره. خب. یعنی این که پیامبر خودش در طول 23 سال حیاتش با وصفه که تعداد زیاد زنها داشت، یک زن خود لط نکرده، لط و کوب نکرده، یک زن خود. آقای وسیق، امی تعدد زنها که در قرآن و کنیز، اینجا یک سوال کردم، اگر آیا گرفتن غنیمت، برده و کنیز، جناب عبیب میهنیار سوال کردم، در می امریکا زندگی میکنن، آیا گرفتن غنیمت، برده و کنیز که آیت زیادی در زمین آمده است، خشونت است یا نه؟ ببینید اینا آقای راستای عزیز واقعا یک برنامه سر از اینا کار است. تو بچه من مختصر خدمتتان بیان میکنم که یعنی اگر در وقت جنگ که همین جنگ قرآنی که من فکرش میکنم که زیر چتر یعنی دفاع از خود نه تجاوز، اگر ما رو بسنجیم، جنگ بین دو گروه صورت میگیره، یک گروه شکست میخوره، فکر کنید که گروه دشمن شکست خورده و اونا یا تعدادشان تلف شد، یک تعدادشان فرار کرد، چی میمانن؟ مال غنیمتشان و زنانی که فرار کردن میتونن. یعنی زنان در جمله مال دیگه حساب میشه. اینا من میره یک توضیح مختصر اگه خدمتتون بدم که شما فکر بکنین، ما در افغانستان کاغذ پرانی، گودی پران بازی داشتیم. بله، وقتی یک گودی پران جنگی که میشد، یک گودی پران وقتی آزاد میشد 20 نفر طرف از اون میدویدن، اما هر کسی که دست دراز داشت و قد بلند داشت کمی کاغذ پران نمیگرفت، کلگی آرام بود دیگه، کلگی آرام بود، برای اینکه نمیخواستن اون پاره پاره شود. این زنایی که زنای کجا میمانه، آیا و عسکر که تشنه لب و چیز هست برگرده و زیر پای خود اینا را هلاک بکنه این خانم را، یا ایست که یک نفر چون خانم ولی خود از دست داده، یا پدر خود از دست داده، یا برادر خود از دست داده، یا شوهر خود از دست داده، یک کسی را که ولیشان بوده از دست داده در اونجا، فعلا او بی سرپرست است. قرآن کریم میگه که شما ملکت ایمانکم که آمده، در این به این معنی آمده که شما یعنی شما در حقیقت ولی از او زن باید باشید، از او دفاع باید بکنید. یک نفر میگیرش ای که بازی که او قد انسان چقدر از تکامل کرده که امراد چونه و برخورد میکنه مربوط از اوست، اما یک نفر باید بگیرد. اصل سوال جواب داده نشد جناب وسیق صاحب. اینجا آقای عبیب میهنیار گفته که آیا گرفتن غنیمت، برده و کنیز که در قرآن با وضاحت آمده، آیا این خشونت است، غیر انسانی است؟ یعنی این سوال است که در بسمه پسان میخوانید تفسیر آن میشه کنه. امیر به صورت مشخص و آیاتی که پیشتر گفتن که خب بیاین تو تصور کنیم که گفته زن دور بسازه، یعنی چرا مرد داشته باشه که زن از خود دور بسازه؟ چرا زن نداشته باشه که مرد از خود دور بسازه؟ آقای راستا میتونیم یک تفسیری کوچکی داشته باشم؟
بله. امیر اگر جناب انام هم اجازه بدیم که بله واسیق صحبت کنم. کتاب ریال برای شما نشان میتون. همسران پیامبر. از بر اساس منابع اهل سنت. در اینجا پیامبر 12 خانم داشته. ولی جالب ترین نیست که یکی از خانمای ازی که آقای واسیق زیادتر راجع به زوم میفهمه صفیه نام داشته. صفیه یک خانم یهودی بوده. تا آخر زندگی هم به اسلام به اصطلاح مشرف نشدن. و اونا وقتی که شب اول پدرشان کشته میشه، برادرشان کشته میشه و شوهرشان کشته میشه. صفیه من فکر میکنم بین اخوت. بله. اونا هستن و پیامبر همان شب نکاح میکنه و با او هم خوابگی میکنه. من از آقای وثیق پرسان میکنم. برای که یه موضوع رو یاد کردم، موضوع زینب رو میگذاریم، موضوع عایشه رو کنار میگذاریم. آیا این خشونت هست یا نیست؟ و اون هم از طرف رسول الله نبی خدا. بله واقعا بسیار. ببینید که من همین سوال اگر جواب گفته بتانم که امی مطالب را من که میگم روایات را من اگر رنگ قرآن کریم نمیگیرم من قبولش ندارم برای اینکه ساختن. یکی از علما میگه که شما اگر روایت صحیح را در بین روایات غلط پیدا بکنید مثل که در یک گاو سیاه موی سفید پیدا کنید، گلچین است اگر یگان دانه پیدا کنید. روایات یک شیخ سعودی یاد میکنه که 90% چیزایی که برام حدیث شما بشنوین جعلی بود. جناب واسیق محترم بینتر ما که شما هم نوا میشم بزد آقای نه برزد آقای انام نیک ما آقای انام دوست عزیز ماست و زمن شوخی میکنم که آقای استاد یک چیز براتون بگم. ما زبان زد کردم یک چیز رو برای شما بگم. بیشترم زبان زد کردم که من زبان بریده ابن مقفع هستم. شما برین کلتون یک جای شوین ما تنها کاش که من وقت شما رو می داشتم. ما را دوستا با صحبت کردیم، ما را اجازه صحبت ندادیم. ما را صحبت کنم طبیعت لازه یک لازه ببخشید. ما به عنوان شوخی گفتم ما ندارم که موضوع گیر کنم و می بینیم که تا حالا هم فقط سوالای شما را بازتاب دادیم و سوالات لذین خودم یاد شما هست. اینشون به عنوان شوخی گفتم. اما مسئله سر کیس وسیق صاحب ما را بردی گفتم شما نگفتین. هدف ما ایست که بیاین که با جناب شما با آقای مثلا انام موافق نباشیم و با شما موافق باشیم که گویا این حدیث ها ساختگی سیر کردش روایت ها. اما می آیتی را که ببینیم بحث ما سر مسائل حدیث و روایت تاریخی نید، بحث ما مشخص سر آیات قرآن و خشونت در قرآن هست. بله. اینجا مسئله زن مطمئن پایش دمیان میه برازی که آیات اجازه بتین من که بزنم یک لحظه جناب سکوت کردیم ما شما میمیرم ببخشیم. اینجا به صورت مشخص حق زن تلف شده. اول نو زن داشتنش یک بحث دیگه است که نمیخواییم دوستان بگیم. اما در آیت قرآن اینجا آقای معینیار به صورت مشخص سوال کرده که گرفتن غنیمت برنه و کنیستازی زن که آیات زیاد زمین آمده خشونت است یعنی جواب مشخص شما ولی است یا نیست؟ تعداد زوجات در اسلام در یک شرایط بخصوص اجازه داده شده تعداد زوجات. اما ای که زن وقت فکر کنین زن و شوهر در یک چند سال با هم ازدواج کردن و زن اگر او هم همه زنها نیست والله امی مشکل کلان است که ما فکر میکنیم که همه زنها را خداوند هم طور گفتن. نه اگر ولو که همون تعبیر لاتکوبه که من ایچ اصلا نه رنگ قرآن میگیره و نه تا سنت پیامبره. چرا سنت پیامبر از قرآن کریم آیه 21 سوره عذاب یاد میکنه که یعنی اسوتون حسنه است پیامبر برای شما، یک مثال بسیار خوب است. با پیامبر در حیات خود بر دست در یک خانم خود بالا نکرده. خب ما چطور مراعات میکنیم؟ در حالی که قرآن کریم یاد میکنه که در مورد زنا میگه او آشروهن بالمعروف شما با زنایتان پسندیده رفتار بکنین. پیامبر قرآن کریم یاد میکنه در سوره روم آیه 21 یاد میکنه که اینا از آیات خداست که لتسکن و الیها شما در کنارشان آرام بگیرین. چطور ممکن است که زن لتکوب بخوره با شوم در کنارشان آرام بگیرن؟ فضای آرام در خانه چطور ایجاد شود؟ اصلا چه چیزی گرامی موضوع زینب خیلی چطور بود؟
این رو مثلا خب گفتم هر کدام از اینا یک بحث هایی است که واقعا یک راست هست. ببینید ما باید بنیادی مسائل ببینیم. جناب دکتر مفیده که برسه در صحبت کنن که یک سوال دیگه از دوستام هم من میگیرم اینجا سوال جالب است بس بس ختم میکنم. 3 دقیقه شما وقت دارین جناب دکتر مفید بفرمایید که نگوین که حتما طلب شده. ببینین از ربوهن فعل ضرب به معنای زدن است، غیر از هیچ معنی نداره. و دومین مسئله میگه دعایت دوست بشیده چنان که گفتم جناب دکتر سر واجه شناس هستن یا دقیق ترین حرف همیزن چون رشته و تخصص شد او بجز زدن هیچ معنی نداره و هر توجیه که میتونیم در زبان فارسی ما میگیم که مثلا از کار زده شد یا مثلا چی خوب لغمه میزنه، اما این زدن به معنی زدن در عربی هم با معنی های مختلف آمده، اما در این آیت فقط زدن است. یا مثلا آیه سوره آیه 22 سوره بقره میگن نساء کم حرس لکم، زنان شما کشت شماست. آخر چرا زن باید کشت مرد باشه؟ کشت به این معنی است که یک چیز یک پدیده دومی است یا حقوق زن در اسلام. و به صورت 282 ذکر میکنه که اگر شما دو مرد نیافتین یک مرد شاهدان بیارین و اگر شاهدان نیافتین پس تشهدوا شاهدان من رجالکم فان لم یکن رجلین فرجل او امراتین ممن تردونه. یه باز چرا باید اگر یک مرد نیافتین دو تا زن برای شاهد بیارین؟ حقوق زن مثلا در میراث نصف زن است. مسئله زدن واقعا دو بار دایی 134 آمده در خانه افچان کنین نسا 15 آمده مرد زن نصف برادر مرد داره در نسا 11 آمده مرد حق گرفتن 4 زن داره در نسا 3 آمده تجاوز بر زنان شوهردار حرام است الا ملکت ایمانکم یا آمده در نسا 24. آخر یکی دو آیت نیست، یکی سه آیت نیست. اینه ما میبینیم در قرآن عظیم شان زیاد در مورد حقوق زن و موقعیت زن در جامعه بسیار ضعیف پایین است و خودش قابل بررسی است. خشونت است، ما نباید برای خشونت دلیل بیاریم. خشونت هر چیزی که یک انسان تحقیر میکند، توهین میکند، دشنام میده، حقوقش پایین میاد، خودش خشونت است. غیر از این ما هیچ چیز دیگه نمیتونیم باشیم. چرا برای دلیل بیاریم که خشونت نیست؟ ما اگر بگوییم که حتی اینا همه خشونت های بسیار اوریان و علنی وجود داره و متاسفانه دین مقدس اسلام ما در این بخش بسیار میلنگه متاسفانه. خیلی دقیقی ما پروشت بفرمایید منطقه خواهش میکنم داکتر سر محترم است در واقعا ببینیم که مطالب یه یعنی ما ای آیات را سی دقیقی دیگه صحبت کنیم برای اینکه وقت بکلی از وقت ما بودیم یک سوال دیگه را میخوادم و وادم ایتیم بینندای عزیز که در مورد زن و اسلام بازی برنامه دیگه میداشته باشیم همین بزرگواران را دعوت میکنیم که توجه صحبت بکنیم اما یه عمدتا تکرار میکنیم که مسئله خشونت است و مسئله زن که برای اینکه این هم در جمله خشونت حساب میشه. بفرمایید وسیف. بله ببینیم که مسئله که آیات در مورد زن اینا بسیار زیاد حق طرفی اینا زیاد شده. یعنی من اینطور فکر میکنم که کاملا برداشت به شکل بوده که ما تصور میکنیم. قرآن قرآنی عمل نشده، تماما روایی تعبیر شده، از نظر روایتی و اینا تعبیر شده. این که دکتر سبیات کردن بسیار لطف کردن، ولی درست میگن که فرضاً دو شاهد بیارین در مقابل یک شاهد مرد. خب فقط در یک جای آیه 282 سوره بقره فقط در یک جای ذکر شد، در هیچ جای قرآن کریم دو شاهد دیگه ذکر نشده. یعنی یک جای خود وسیق سر کفایت میکنه آیات قرآن. منظور نیست که میگو بدر کفایت قرآن نیست که سر باید کاملا منظور من میخوایم توضیح بدم که چرا هم یک جایی که ذکر شد در مسئله ترانزکشن ها و تجارت و بزنس هست که امروز که ما در قرن 21 هستیم چقدر خانم ها به بزنس اشتغال دارن. بسیار اندک، 1400 سال عقب بریم بسیار اندک بوده. به اون خاطر تذکر دو تا آوردن که اگر یکشان به خاطر نبیارن دومشان به خاطر بیارن. یا مسئله میراث که فرزند یاد کردن که میدونین مسئله میراث امروز در آیه 11 سوره نساء یاد میکنه که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بر مرد دو برابر زن حق داده شد. ما اینطور فکر میکنیم که در همه موارد تو راست. نه، اصلا آیات اگر بخونیم در موارد است که زن به اندازه مرد میگیره، در موارد است که زن بیشتر از مرد میگیره، در موارد است که زن میراث میبره مرد میراث نمیبره.
اینایش هم کل آیات است که در قرآن کریم است، اصلا این آیات بسیار مفصله است. اما این که ما صرفا اگر هم یک قسمت شو بگیریم که مرد دو برابر زن میبره ظالمانه است، و او هم ما شما میفهمیم کلچر خود رو ببینیم. امروز فکر کنید یک پدر در افغانستان وفات میکنه، 300 هزار دلار ازش میمونه، 200 هزار پسر بگیره، 100 هزار خانم میگیره، دخترش بگیره. او دختر که میره ازدواج میکنه میتونه 100 هزار دلار خود در بانک بگذاره، وقت ازدواج میکنه مصارف عروسی، مصارف لباس، مصارف همه مصارف بدوش شوهر آیندهش است. این میتونه 100 هزار دلار خود در بانک خود حفظ بکنه، در حالی که برادرش وقت ازدواج میکنه با اون 200 هزار دلار باید خانه بخره، باید زن بگیره، مصارف عروسی. جناب وزیر شیخ میتونه برعکس باشه، میتونه برعکس باشه، زن میخواد داشته باشه، میتونه زن خانه بگیره، میتونه زن بخره. در کلچر کار بد نیست. دکتر درست میگن، ایران درست میگن. انسانیت است، انسان هم دیگه برابره. اجازه میدیم از کنترل خارج شدیم، گمان کنیم که یا مرکز باشی نکنه کوبر از چی حالا. سپاسگزار هستم جناب وسیق صاحب. 3 دقیقه دیگه اضافه برای شما وقت است که در یک مورد اینجا استاد عظیم بابک که استاد بوده در یونیورسیتی کابل و بسیار بسیار معلومات عمیق در مسائل دینی و عیسویت و الهیات دارم و بسیار آدم راستگوی هم هستن، ریگان شوخی هم میکنن. امی یک سوال بسیار جالب کردن در رابطه با آیت هایی که گفتین که بیشتر اینجا هدف از این آیت ها یا شأن نزولش جنبه دفاعی داشته. اینجا بس یک سوال میکنه این بر من چون جالب بود توجه من را جلب کرد. امیر را میخوانیم بعد از این صحبت خود ختم میکنیم و در آینده ها ادامه میتیم. میگه که راست میگوین مثلا ایرانی ها و افغان ها بالای حضرت محمد تجاوز کردن، باز من قلب اما تو مشخص که هست اما تو میخوانم با شما و از این رو عرب ها تا توانستن ایرانی و افغان را کشتن. اینال ای آیت قرآن در این رابطه شما چه قسم توجه میکنید؟ پیشتر که شما گفتین که ای زیادتر آیت های دفاعی بوده برای از اینکه آل عرب از این سرای سوزان به حساب انگلیسی آل دوی داون که میگن آمدن این تا خراسان 205 سال. البته که یک بحث جدا، فقط سید که شما میتونید صحبت کنید بسیار بسیار درست. اینجا در کجایی؟ ببینید ما یک جمله در 15 دقیقه اول اگر به خاطر داشته باشین یاد کردم که ما اگر بتانیم مسلمان را از اسلام تفکیک بکنیم بسیار فرق واضح است. جناب آقای انام هم که یاد میکنن که چرا به سرزمین ما تجاوز کردن، راست میگن. چرا تجاوز کردن؟ حق تجاوز کس نداره. بله. اصلا این تجاوز مسلمان کرده نه اسلام. اسلام اجازه نداره. همین فتوحاتی که به نام فتوحات اسلامی است، اینا فتوحات اسلامی نبوده، فتوحات اسلام سیاسی بوده که به خاطر قدرتگیری، به خاطر قدرت چهار یار نیستین، منکر چهار یار محمد نیستین؟ ابدا. شخصیت های بسیار بالا بودن. بله. و قرآن فالو میکردن، تعقیب میکردن. بله. ببینید که یک لحظه مشخص ببخشید، امی ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی، 4 نفر حساب میکنیم دیگه، کماندانای دیگه شو میمانیم. بله. امینا آقای وسیق قرآن فالو میکردن، تطبیق میکردن و تعقیب میکردن، یعنی پرکتیس میکردن، یعنی خود انسان، ولی انسان بودن 100% نمیتونستن تعقیب میکردن، یعنی امی آیت ها جایی که مقدور بود برشان. بعد ایران در زمان خلافت عمر و زیر قماندانی خالد ابن الولید اگه اشتباه نکنم فتح شد. بله. دکتر صبیا جناب انام گفتن یزگرد سیوم و افغانستان 205 سال جنگ بسیار خونینه که عرب ها داشت، پس از طولانی سر از بحث نمی کنیم. این امیر خواهد مطابق آیت قرآن آمدن اینجا تجاوز کردن، یا شما فکر میکنید که اصلا عمر خلاف قرآن آمدن اینجا این کار کردن؟ اصلا مطابق قرآن نامدن. ببینیم مسائل سیاسی قرآن نقص کرده نصوص قرآن و من بیشتر یاد کردم که اسلام سیاسی با اسلام حقیقی که قرآنی است فرق میکنه. در اسلام سیاسی بله همچون چیزهایی شده، فقط یک توجیه داره آقای راستای عزیز. بله. یک توجیه داره که من به می عقیده هستم که اگر فرضاً امی آزادی عقیده را که اسلام بسیار زیاد تایید میکنه و یک تعداد مردم از
ایران از فارس فرضاً فکر بکنین آمدن به مدینه اسلام آوردن، اسلام آموختن، رفتن پس دوباره در ایران رفتن برای اینکه اونجا وطنشان است، سرزمینشان است، رفتن در اونجا و اونا اگر زیر فشار کسای وقتی که اونا آزاد عبادت کردن نتانن، آزاد مسجد نداشته باشن، ولو که اقلیت هم هستن زیر فشار دیگر باشن. شما از این سرزمین بنامه خراسان و ترازا میکشه ببخشید، از این سرزمین خراسان یک تا مثال تاریخی بدین که یک فیلم که ما افغان میگه میشه افغان یا افغانستان یک کل برقی دیگه هست، یک نفر از اینجا رفته باشه مسلمان شده باشه در داخل و باز کس سر از زیر بریده باشه و باز مسلمان ها این از عربستان آمده باشه عمله کده باشه و 25 سال جنگ کده باشه، در قرآن امضا کده باشه که ما نمیکشیم سران رهبران مقاومت ملی را باز کلش گردن بریده باشن و کشور را بگیرد. من نگفتم که ولی حتما همینطور یک چیزی بوده، گفتم یکی از امکاناتش که اگر همینطور یک چیزی بوده یکی حدس و گمان است، یکی فاق. وقتی که ما تاریخ پس با تاریخ آمدیم فاق، قرآن خوب فاق است، این آیات هایی که میگیم فاق است. به هر حال بسیار خوب. امیا یعنی انسان بودن، انسان قدرت خواهی دارن، شهرت طلبی دارن و بخصوص اسلام سیاسی این کارها رو زیاد کرده که همین فتوحات هم پیشتر یاد کردم که فتوحات اسلامی نبوده اصلا، خب در زمان خلفای راشدین هم شده، یعنی کامل نبودن، مسلمان های خوب بودن ولی کامل خو نبودن، یعنی اسلام سیاسی امیر ایجاد کرد که با بتانن که دامنه خود وسیع بسازن. عربا واقعا بسیار از این کارها زیاد کردن تا بتانن قدرت پیدا کنن، پول پیدا کنن، زن و زر بیارن، از این کارها زیاد کردن، متاسفانه انجام دادن و او را ما نمیتونیم، من شخصا وقت قرآن میبینم نمیتونم اونا را حمل بکنم به مسئولیت بر سر اسلام. اسلام ما پاک میدانم. سپاسگزار هستم از شما جناب وسیق، سپاسگزار هستم از شما جناب قاسم انام و سپاسگزار هستم از شما جناب دوستای گرامی امید مفید. یک حرف آخر بفرمایید. ما یک حرف باشه برازی که طولانی شد که ما وقت سند قرآنی میارم وقتی که میگیم که تجاوز نشده سوره انفال استاد سرزو تبصره کنن آیت 39 واضح در قرآن میگه، میگه بجنگید تا دین همه دین الله باشد. این خود از این به اصطلاح امور رد نمی کنه که مسلمان با اسلام فرق میکنه، نه مسلمان با اسلام یک چیز. بسیار تشکر جناب دکتر مفید. اگر یک جمله داریم خوب، اگر نداریم که ما برنامه خود ختم کنیم. اگر بر ما یک دقیقه اگر وقت بدین والله ببینم یک دقیقه وسیق صاحب میمونم، من بر شما وعده میتونم که در برنامه های بسیار خوب بسیار خوب چه سوال آقای انام بسیار زیبا سلام ریکورد شده وجود داره، میتونیم مراجعه کنیم پس از اینجا شروع کنیم ان شاء الله. جناب دکتر صاحب یک جمله، چون که باز من فقط یک مطلب میخوام عرض کنم که در هم حالتش دین و خشونت و قتل و کشتار در دین اسلام وجود داره، دین از این مایه گرفته در تمام ادیان وجود داره. ما اسلام امروز بررسی میکنیم با قوانین جامعه بشری امروز خشونت زیاد است. اگر ما اسلام در چوکات قوانین و قواعد روزگار خودش مطالعه کنیم، هم مسائل قابل بررسی داره هم مسائل قابل براءت داره. و اسلامی که ما در آینه سیاسی جهانی دموکراسی آزادی بشر خوب بشر میبینیم بسیار رقم نشینی و عقب ماندی ها داره و از جناب وسیق طبق انسان واقعا پر معلومات هستن تقاضا میکنیم که این دو پدیده از پیشان جر نشه. ولی من سیاست شادمان هستم باید یک بزرگوار همسخن هم کلام هستم همچنان با جناب انان بزرگوار شخصیت بسیار فرخته بودن زیاد من امروز از صحبت لذت بردم واقعا بسیار شادمانان نبود. من شما هم سپاس گذاری میکنم برای ما هم جای خوش بود انشالله که در آینده صحبت ها رو دامه میتیم بخیر. بیننده های عزیز سپاسگزار هستم از این که یعنی یک ساعت حدودا 40 دقیقه شما با حوصله مندی صحبت های عالی جناب را دیدین شنیدین و خدمت شما عرض بکنم که از مجموع صحبت های زیاد سوال های بسیار بسیار زیاد میتونه که به وجود بیاد برای گفتمان های آینده که او عبارت از باز هم مسئله خشونت میشه
مسئله بسیار بسیار عمده که جناب وسیل گفت، اسلام سیاسی با اسلام قرآنی، آیا واقعا اسلام اسلام قرآنی است و اسلام قرآنی با اسلام سیاسی تفاوت داره، یا بنیادگذار اسلام پیامبر اسلام یک شخصیت سیاسی بود؟ این مسئله مطرح میشه، آیا واقعا حق زن در اسلام تلف نشده و مجموعا در اسلام نمیگیم ببخشید قرآن هدف ماست، در قرآن ای آیت ها ستیز نیست، و صدها و ده ها سؤال دیگه که در آینده حتما به این آرام آرام آیسته آیسته با می فرهنگ می پردازیم. ما یک دنیا از سی بزرگوار سپاسگزاری میکنم که با یک فرهنگ بالا و بخصوص از با ویژه از جناب وسیق که برای نخستین بار افتخار بخشیدن ما را، مهمان برنامه ما بودن، و از آقای انام که باز اینا هم با وجود شناخت پیشین وجود داشت لطف کردن آمدن، و جناب دکتر حمید مفید، حمیدالله مفید. سپاسگزار هستم، وعده میتونم برای شما که این گفتمان ها را در آینده ها در عرصه های مختلف با در نظر داشت تیف های مختلف اندیشه‌ای در رابطه با همین مسئله مشخص دوام خواهد دادیم. شب و روز شما خوش، از عبدالمندی شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که این برنامه ما را در صفحاتتان شیر کنین، اشتراک کنین، سوالاتتان را طرح کنین، سوالاتتان را میگیریم و به مهمان های خود حتما انتقال میدیم. شب و روز همه شما خوش. تشکر. بدرود.